سلام به زبان آموزای مشتاق و پر انرژی حالتون چطور امیدوارم که خوب و فوق العاده باشید یادتون نره که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله قرمز بغلش رو فعال کنید که همیشه اولین نفر باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید امروز میخوام بهتون در مورد فریزال ورب بگم که فریزال ورب هایی که مربوط میشه به فعل انسر که معانی متفاوتی داره تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید phrasal verb is answer back answer back ما سه تا اینجا phrasal verb داریم با answer که هر کدوم معنی متفاوتی داره answer back answer for و answer to که دو تا answer back داریم یعنی answer back دو تا معنی داره خودش answer for دو تا معنی داره و answer to هم دو تا معنی داره خب answer back اول به معنی جواب پس دادن حاضر جواب بودن repeal uh, sorry ردپیال، رپلای، ان رود وی یا رپلای رودلی، تا حک بک، بی ادبانه جواب یک شخصی رو دادن. بر تو مثال هم خواهم نوشت. دون وای Next one answer back دوم به معنی جواب دادن جواب یک شخصی رو دادن reply to a question at a later time میگه جواب یک سوال رو در یک تایم بعدی دادن حالا یکی از این سوالی پرسیده شما بعدا جوابش رو میدیم میشه answer back back داره جوابش رو پس میفرستیم answer for یعنی چی؟ اینجا یعنی پاسخگو بودن برای چیزی. من یک کاری انجام دادم، الان باید در برابر اون پاسخگو باشم. میشه be held responsible for or to take the blame for something. اشتباهی رو گردن گرفتن، پاسخگو بودن. Answer for بعدی به معنی vouch for someone or to attest to the character. تایید و تصدیق کردن یه نفر زمانت کردن یک نفر وقتی میخوایم بگیم میگیم answer for answer 4 for بعدی sorry answer 4 دوتا داشتیم answer to be accountable or responsible to again اینجا همین معنی answer 4 داره به معنی پاسخگو بودن یا اینجا گفتیم در برابر یه اشتباهی که انجام دادی پاسخگو بودی اینجا شما مسئولی رسپانسیبل یه کاری هستی سر چجوری میگن مثلا مدیر یه جای هستی و باید مسئولی و باید پاسخگو باشی میگیم answer to be accountable or responsible to و answer to بعدی answer to آخر justify oneself to someone else توجیه کردن یا قضاوت کردن بین دو یا حالا توجیه کردن یه شخصی بریم که از هر کدومی که دوتا مثال داشته باشیم حالا میخوام به توی یه سری مثال بگم تو توی مثال خیلی قشنگتر متوجه بشید که answer که phrasal verb میشه هر کجا چه معنی رو میدی که بهتر درکش بکنید answer back گفتیم اولین answer backی که گفتم به معنی جواب پس دادن بود حاضر جواب بودن Look like at the example Don't answer me back, young man. میگه مرد جوان به من جواب پس نده. خب مسلما وقتی میگه young man متوجه میشیم که یک شخصی که خیلی سنش بالاتره داره میگه پسر جوان. Don't answer me back. دقت کنید ما میتونیم phrasal verb ها از هم جدا کنیم. به جای که بگیم answer back me این می رو بیاریم و سا بگیم answer me back. Look at my example. Uh, مثلا میخوایم بگیم take off your jacket میخوام بگیم که کتت رو در بیاد به جای که بگیم take off your jacket میتونیم بگیم take your jacket off یعنی وسط قرار بدیم اون نونی که میخوایم بهش اشاره کنیم اینجا هم همین کار کرده don't answer me back young man یا yeah. به جای answer back گفته answer me back answer back بعدی گفتیم به معنی پاسخ دادن به یک سوالی میشه look at the example please answer me back before weekend میگه لطفا قبل از آخر هفته تا قبل از اینکه آخر هفته برسه جواب منو بده یعنی من یه سوالی ازش پرسیدم دارم تقاضا میکنم که جواب سوالمو تا آخر هفته بهم هم بگه قبل از اینکه حالا آخر هفته بشه میتونه حالا مثلا یه جا واسه کار رفتی یا حالا یه درخواستی داری از دوستی میخوای ببینی آیا آی میتونه اون کار برات انجام بده یعنی میگه بذار فکرام بکنم میگه لطفا تا قبل از آخر هفته به من خبر بده که اگر تو نتونستی به یکی دیگه بگم Next, answer four. اینجا گفتیم به معنی مسئولیت داشتن هستش. The mayor, یعنی شهردار. The mayor will be answering for his. ببین اینجا ING وردیم will be answering. اومدیم از یه تنس دیگه استفاده کردیم. از حال کامل استمراری استفاده کردیم. The mayor will be answering for his crimes for many years. میگه شهردار uh, بابت کرایمز میشه جرم جرم هایی که انجام داده جواب پس خواهد داد اوکی در آینده جواب پس خواهد داد سالهای زیادی پس اینجا یعنی چی یعنی مسئول کاری که کرده هستش و بعد بابت اون جواب پس بده حالا یه زندانی رو بکشه Next word answer for again دوباره answer for اینجا به معنی زمانت کردن بهتون گفتم She's known me for years میگه اون منو سال هاست که میشناسه So she always she's always answered for me پس اون همیشه منو زمانت میکنه چرا چون منو میشناسه پس اینجا answer for یعنی زمانت کردم بعدی answer to بودش The manager The manager had to answer to the company president about the problems in the office. اینجا به معنی توجیه کردن بود میگه که مدیر این بخش باید پاسخگو باشه به رئیس پرزیدنت میشه رئیس جمهور اما اینجا معنی رئیسه میگه مدیر باید به رئیس کمپانی توجیه کنه با مشکلاتی که توی این آفیس و شرکت داره اتفاق میفته یعنی باید توجیه کنه دلیل بیاره که به این دلیل و این دلیل حالا این مشکلات وجود داره انسر تو آخر پاسخگو بودنه که اگزمپلشو نکنید If you own your own company میگه اگه تو صاحبه شرکت خودت باشی you don't have to answer to the stockholders stockholders یعنی سهامدارها به سهامدار یه شرکت میگیم میگه تو اگه خودت صاحب شرکت خودت باشی شرکتت مال خودت باشه دیگه مجبور نیستی که به سهامدارها جواب پس بدی پاسخگو باشی مسئولیت داشته باشی پس این هم این معنی رو داره این بود از فرزال ورب هایی که با انسر داریم اگر فرزالوربی وربی وجود داره که با انسر هست و شما میدونید و معنی دیگه ای داره برام کامنت بکنید چنل یوتیوب ما هم سابسکرایب کنید زنگوله قرمزه بغلش هم فعال کنید که همیشه اولین نفر باشید که ویدیو ما رو تماشا میکنید Love you تو much and goodbye